برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای محمد لحمی، فعال سیاسی، خلبان و کارشناس فضانوردی از استانبول همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای لحمی، با توجه به تخصص شما لطفاً برای بینندگان ما توضیح بفرمایید که موشک‌های ایران چه قابلیت‌هایی دارند و کارکرد آنها چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم از لطابی و بینندگان محترم شبکه آقام حسین سلام عرض میکنم. موشک های زمین به زمین، موشک های زمین به هوا، زمین به دریاها به صورت هایپرسونیک که ایران امروز قابلیت ساخت و تکنولوژی اونو دستش گرفته برای دفاع از مرز تحمیلی خودشه، ولی در رابطه با موضوعی که عرض به خدمتون، این موشک ها چه موشک هایی بودن که دیشب عملیاتی رو به سمت خاک کشور اسرائیل انجام دادن، موشک‌های اماد قدر و هایپرسونیک فتاق بوده. بله، گنبد آهنین چه مفهومی دارد و به چه دلیل برخی موشک‌ها توانستند از سد آن عبور کنند؟ گنبد آهنین یک سامانه پدافند هواییه که فاصله بین 4 تا 70 کیلومتری رو و موشک‌هایی که حالا به صورت زمین به زمین یا زمین به هوا به خاک کشور اسرائیل نزدیک میشن و هدف قرار داد. و سال 2011 با تقریبا حدود 200 میلیون دلار کمک بلاعوض کشور ایالات متحده، یادگاری جنگ 33 روزه ایران و اسرائیل، این سامانه کلید خوردش. و سال 2019 کشور امریکا این پدافند هوایی رو بعد از تصویب در مجلس سناش از کشور اسرائیل خریداری کرد که اون رو به صورت پاتریک امروز در آورده و برای دفاع از سامانه هوایی خودش استفاده میکنه. و امروز سامانه پدافند هوایی خرس و فلاخن داوود موشک های هایپرسونیک رو هم هدف قرار میدن و میتونه یک عرض به خدمتون که گنبد آهنین واقعی برای دفاع از خاک کشور اسرائیل باشه. بله، جناب لحمی، چرا علی‌رغم پرتاب این تعداد موشک، تعداد تلفات و تخریب آن در گزارش ها چندان قابل توجه نبوده است؟ سامانه هوایی گنبد آهنین کشور اسرائیل که توسط شرکت رافائل این تکنولوژی ساخته شده، از سال 2011 که عرض کردم داره به تکنولوژی این روزانه اضافه میشه، قابلیت تشخیص این که یک موشک، حالا چه به صورت بالستیک و چه به هر شکل دیگه، به خاک این کشور زمانی که میخواد برخورد کنه، اگر در منطقه مسکونی یا در منطقه نظامی بخواد این موشک هدف قرار بگیره، اونو در دم از بین میبره. اما اگر بخواد به مناطق خالی از سکنه قرار بگیره، این موشک رو رهگیری نمیکنه و اجازه میده که به هدفش که هدف خارج از سکنه هست، عرض بزرگتون که پرتاب بشه. بله، ممنونم از شما. محمد لحمی، فعال سیاسی، خلبان و کارشناس فضانوردی از استانبول.